در حالی که یمن همچنان از گرسنگی و جنگ رنج میبرد سازمان ملل متحد اعلام کرد این کشور در آستانه قحطی بزرگی قرار دارد کشور یمن شاهد حملات چندین ساله عربستان سعودی و برخی از متحدانش می باشد. یکی از آثار جنگ و خونریزی حکومت ها گرسنگی و بیماری غیر نظامیان است مدیر اجرایی برنامه غذایی جهانی سازمان ملل متحد هشدار داد که یمن در آستانه بزرگترین قحطی تاریخ معاصر قرار دارد همکار علی اکبری گزارش می‌دهد دیوید بیسلی مدیر اجرایی برنامه غذایی جهانی سازمان ملل متحد به شورای امنیت هشدار داده که یمن در آستانه بزرگترین قحطی تاریخ معاصر قرار دارد وی در گفتگوی تلویزیونی در خصوص رابطه درگیری و امنیت غذایی گفت چند روز پیش در یمن بودم بیش از 16 میلیون نفر با بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبرو هستند و این تنها یک عدد و رقم نیست بلکه اینها مردمانی حقیقی هستند بیسلی تاکید کرد که این کشور به سمت بزرگترین قحطی تاریخ معاصر در حرکت است و این جهنم روی زمین است مدیر اجرایی برنامه غذایی جهانی تصریح کرد اگر اقدامی فوری صورت نگیرد حدود 400 هزار کودک یمنی امسال می میرند. بر اساس گزارش سازمان ملل 80 درصد از ساکنان یمن که شمار آنها بیش از 30 میلیون نفر است برای زنده ماندن به کمک های انسانی تکیه دارند که این خود بدترین بحران انسانی جهان است. هشدارهای نهادهای بین المللی در کمک رسانی جهانی در حالی است که خبرهایی از آغاز همکاری نظامی ترکیه با عربستان سعودی مخابره شده است. به نوشته روزنامه رایل یوم، ترکیه به سرعت به درخواست عربستان پاسخ مثبت داد. این روزنامه میگوید که بر اساس گزارش های رسید از شمال سوریه، آنکارا هم اکنون در حال مجهز کردن جنگجویان سوری برای اعزام آنها به جپه های یمن است همچنان که همین کار را در مورد لیبی و منطقه ناگورنی قرباق انجام داد بر پایه همین گزارش سازمان اطلاعات ترکیه در حال تهیه فهرست جنگجویان است که مایل به رفتن به یمن بوده و دستمزد بالایی برای آنها در نظر گرفته است